این یک ویدیو یوتیوب معمولی نیست. اینجا کتابخونه ساکته. این بازی تشکیل شده از 6 تا مینی گیم. توی هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم از بازیکن‌ها نباید از خودشون از 60 دسیبل بیشتر صدا تولید کنن. بازیکن‌ها در هر بازی با استفاده از صدا سنج، صدایی که تولید می‌کنن اندازه‌گیری میشه. بازیکن شماره 1، هامی کیم. توی زندگیش اگر کتاب دستش می‌گرفت، فکر می‌کرد دو جنس است و دیگه این کارو انجام نمی‌داد. علیرضا کلاً نمی‌تونه یه جا ساکت بشینه و پشت هم کوت می‌گیره. و بازیکن شماره 3، پیکامی. نفسام حروم میشه راجعش حرف بزنم. یک سری کارت روی میز قرار داره. دو تا از اونها روش سیف نوشته شده و اون یکی یک اسکلت. اگر سیف اومد، شما نیاز به بازی کردن اون مرحله رو نداری. ولی اگر اسکلت اومد، تو بازیکن اون بازی هستی. و بالاخره شروع بازی. بازی اول چک. هر کسی که اسکلت براش افتاد، بازیکن این بازیه و باید چک بخوره. اگر صداش از 60 دسیبل بیشتر بشه، بازنده است. در ابتدا همه کارتا بور می‌خورن و هر شخص به محض تمام شدن شمارش، کارت مورد نظر خودش رو انتخاب می‌کنه. 3 2 1 کارت‌ها رو روی میز برگردونید. شما میدونستین. بریم بازی اول رو شروع کنیم. هر کدوم از ما ضربه و پشت گردن هامی میزنید در این ناحیه. و اگر صدایی از خودش تولید کرد که بیشتر از 60 دسیبل بود، بازنده میشه. لطفاً سکوت رو رعایت کنید. بازی دوم، کرم روی دست. هر کسی که اسکلت رو برداشت، کرم ریخته میشه روی دستش. و اگر صداش بیشتر از 60 دسیبل بشه، بازنده است. خوشحالم که از این بازی میره سالم به در آورد. همونطور که گفتم، مثل بازی قبلی، کارتا باید انتخاب بشن. 3 2 1 دستت بذار بینید. برای بار دوم هامی برنده شد. بازی سوم، ضربه با توپ تنیس. هر کدوم از بازیکنان این که سیف گرفتن یک توپ تنیس دارن و هر بار به نفری که اسکلت گرفته دو ضربه توپ تنیس وارد میکنن. اگر کسی که اسکلت برداشته صداش از 60 دسیبل بیشتر بشه، بازنده است. بچه هامی پشت دوربین اعتقاد داشت که ما چیز داریم، من و هامی داریم تقلب میکنیم، ولی این دفعه قراره که به شیوه دیگه باشه. بازی شماره سوم، ضربه با توپ تنیس. 2 1 بازی چهارم، قلقلک. هر کسی که اسکلت برداشت، قلقلک میشه و اگر صداش از 60 دسیبل بیشتر بشه، بازنده است. هم بش 3 2 1 بازی چهارم، قلقلک. من روی زمین دراز میکشم و بچه از هر ناحیه‌ای که دلشون بخواد من قلقلک میدم. درستی قلقلک نبود. نفر بازنده توی هر راند، هر مجازاتی که این دو نفر بگن باید انجام بده. آمونو ببوس. دیدی میگه؟ بچه این دارم نامردی باخته. دوداش دستشو کرد تو کونم.
بازی پنجم، خوردن چیپس، هویج و نوشابه. هر سه نفر در این بازی حضور دارن و اگر صدایی از خودشون تولید کنن که بیشتر از 60 دسیبل باشه، بازندن. هر کدوم از ما 3 تا کرانچی داخل دستمون داریم که باید هر کدوم از اونا رو به نوبت باز کنیم و بخوریم. هر کسی که صدای بیشتری تولید کرد میبازه. Max, 92 مکس 74 دسیبل. برو بابا تو گذاشتی خیس بخوره. افتاد. بازنده این چالش مجازات میشه.
بده دیگه کرمو بده دیگه کرم میشه فقط بذارم زمانه؟ نه درس کله نداره چرا این کله شده هم پاشه آه این پاشه این هم کله شده تو خود یکم فکر کنید دیگه اصلا لب نمیگیرم و بازی آخر ماساژور شوکی روی گردن کسی قرار میگیره که اسکلت رو برداشته شوک الکتریکی هر بار بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و اگر صداش از 60 دسیبل بیشتر بشه بازنده است آخرین درجه این شوک الکتریکی برای هر کسی که اسکلت رو برداره به مدت 20 ثانیه روی گردنش میمونه گردن نه دست دوش گردن نه خطرناکه گردن خیلی زیاده شوکش بازو 2 اگر دوست دارید کتابخونه پارت بعدی داشته باشید تا نکته کامنت بگید تا ویدیو بعد خدا نگهدار